بسم الله الرحمن الرحیم با آموزش ریاضی عمومی دو نکته تست کنکور ارشد در خدمتون هستیم فصل اول هندسه تحلیلی در این فصل با بحث هندسه تحلیلی در خدمتون هستیم ابتدا مثل سایر آموزش های کنکور کارشناسی ارشد نکات رو مطرح میکنیم و طبق اون نکات تستهایی رو حل میکنیم اولین نکته که میخواییم باهاش آشنا بشیم نکته در رابطه با کوسینوس هادی بردار هستش فرض کنید ما سه تا زاویه داشته باشیم آلفا بتا و مثلا گاما که اینا زوایایی باشن که یک برداری بیاد با جهت مثبت محور ایکس بسازه پس ما از اینجا میایم به کسینوس آلفا کسینوس بتا و کسینوس گاما میگیم کسینوس های هادی بردار مثل بردار یو و همچنین داریم مثلا اگر بردار یو ما باشه به این صورت یو یک یو دو یو سه یعنی معلف های اول دوم سوم کسینوس آلفا برابر خواهد شد با معلفه اول به اندازه بردار یو کسینوس بتا برابر هستش با یو دو به روی اندازه بردار یو و کسینوس گاما برابر هستش با یوس به روی اندازه بردار U و نکته مهمی داریم که جمع مربعات این کسینوس ها برابر با یک خواهد شد نکته هستش که میتونه در تست ها خیلی به ما کمک کنه پس ما در مورد با کسینوس های حادی بردار میتونیم چنین نکاتی رو داشته باشیم در این تست گفته که اگر اندازه بردار مثل بردار v دو باشه و وی زوایایی با محور OX و OY به ترتیب به پی و پی بسازه معمولا زاویه‌ای که با محور او ایکس میسازه رو آلفا در نظر میگیرن و زاویه‌ای که با محور او ما بردار اون میسازه رو بتا در نظر میگیرن یعنی یه قراردادی هستش معمولا و به این صورته و میخواهیم با توجه به اطلاعاتی که داریم مختصات بردار V رو ببینیم کدامی که از این گزینه‌ها خواهد بود ببینید ما به این صورت عمل می‌کنیم یه نکته داشتیم که کسینوس به توان دو را اگه با هم جمع کنیم یک میشه حالا میام می‌نویسم کسینوس به توان دو پی چهارم به اضافه کسینوس به توان دو پی سوم به اضافه کسینوس به توان دو گاما برابر با یک میشه از اینجا میام کسینوس گاما رو به دست میارم میشه مثبت منفی یک دوم پس بردار یکی که ما میتونیم بسازیم به این صورته بردار یکی با لاندا یو نشونش میدن که هستش کسینوس آلفا کسینوس بتا کسینوس گاما که ما با توجه به سوالی که به دست آوردیم میتونیم در این سوال به این صورت نشونش بدیم رادیکال دو دوم یک دوم و مثبت منفی یک دوم و در نتیجه بردار وی رو میتونیم به این صورت به دست بیاریم که بردار V هستش اندازه بردار V زب داره این لانده ای که حالا اینجا به اسم لانده V اسمش رو نام کنیم حالا اینجا به کلی نمیشم U میتونیم اینجا رو تغییر بدم اصلا V بنویسم که یکسان بشه ولی خب فرقی نداره خب اندازه رو ما داریم دو لانده V هم که این عبارت هستش و فقط کافیه ما بیام این دو رو در این اعدادی که داریم ضرب بکنیم حاصل میشه رادیکال دو یک و مثبت منفی یک و با توجه محاسباتی که دارم به راحتی میتونم به گزینه چهار برسم در واقع نمیتونست دو تا گزینه رو بده که اینجا هم یک باشه هم منفی یک چون هر جفتش قابل قبوله یکیش رو توی گزینه ها داده و تونستیم به راحتی با توجه نکته که گفتیم سوال رو حل کنیم نکته بعدی که میخوایم در اینجا بهش اشاره بکنیم اعمال روی بردارها هستش مهمترین عملی که روی بردار وجود داره عمل جمع هستش ما دو حالت خواهیم داشت اگر دو تا بردار هم مبدا باشن مثلا این بردار یو باشه این هم مثلا بردار وی باشه ما میایم یک متوازی ازلا میسازیم و قطر این متوازی ازلا میشه جمع این دو تا بردار و حالت دومی که داریم اینی که به این صورت ما بردار اول به دنبال بردار دوم باشه یا حالا بردار دوم به دنبال بردار اول باشه که جمعش میشه از ابتدای اولی به انتهای آخری و برای تفریق هم همینجور جور هستش یعنی ما اگر بخواهیم تفریق دو تا بردار رو به دست بیاریم کافیه که بیایم بردار دوم رو قرینه بکنیم و مثلا اگه ما یو منهای وی رو میخوایم بیایم وی رو قرینه کنیم بشه یو من منهای من های وی میشه هم یو به اضافه وی و از قوانین جمع به راحتی استفاده بکنیم یه قانون دیگه هم وجود داری که ضرب عدد در برداره خب شما اگه برداری در یه عدد ضرب کنی، این خیلی ساده مثل مثال قبلی که اندازه بردار وی رو در بردار اون لانده ضرب کردیم. تا تمام درایهاش میره خیلی راحت ضرب می‌کنی و از اونجا حاصل رو به دست میارید دو بردار اوآ و اوب به به طولهای مساوی با محور او ایکس به ترتیب زوایای 43 و 75 درجه میسازند زاویه بردار او به اضافه او با محور او ایکس چند درجه خواهد بود ببینید ما اینجا میگه محور OX ایکس رو رسم میکنیم به این صورت این محور مثلا او ایکس هستش بردار آ گفته که زاویه 43 داره و اون یکی هم بردار او به هست 75 پس مثلا میتونم این شکل بنویسم این بشه مثلا زاویه 43 درجه بردار آ و این هم مثلا بشه زاویه 75 درجه بردار B. و خب این هم میشه جمعشون یعنی بردار او آ به اضافه او بی. ای که هستش ما الان میفهمیم که زاویه بین دو بردار برابر با هفتاد و پنج منهای چهل خواهد شد. که برابر با سی و دو درجه میشه. زاویه بین این دو برداره. حالا چون طول دو تا بردار با هم دیگه برابرن پس او آ به اضافه او بی اتفاقی براش میبوده قطر یک لوزی میشه. پس زاویه بین او آ به اضافه او و بردار او آ برابر با 16 درجه میشه یعنی در واقع نصف میکنه زاویه رو چون تو لوزی زوایا نصف میشن پس ما زاویه که این بردار با محور او ایکس میزازه اینجا هم که 43 درجه بود پس کافی به راحتی بیایم این دو رو با هم جمع کنیم یعنی میشه 43 به اضافه 16 و خیلی راحت زاویه 59 درجه رو میتونیم به دست بیاریم با توجه به عددی که به دست آوردم به راحتی میتونم گزینه 3 رو به عنوان گزینه صحیح انتخاب کنم. نکته بعدی که ما داریم ضرب داخلی دو تا بردار هستش. پس من اینجا می نویسم ضرب داخلی. به این صورت که ما یه فرض کنیم بردار یون به این صورت باشه که یو 1، یو 2، یو 3 و بردار وی هم باشه وی 1 و وی 2 و وی 3 از اونجا ما یه هم بردار UV یا دقا حاصل ضرب داخلی UV رو محاسبه بکنم میتونم به این صورت بنویسم U1 V1 U2 V2 به اضافه U3 V3 و همچنین میتونم به این صورت هم بنویسم که اندازه بردار U در اندازه بردار V در کسینوس زاویه بین بردارهای U و V و به این صورت میتونم ضرب داخلی رو تعریف بکنم حالا یه تست خیلی مهم از بحث ضرب داخلی میخوایم حل کنیم گفته زاویه بین دو بردار یک آ و بی 120 درجه از زاویه بین بردارهای آ منهای بی و دو آ به اضافه 4 بی کدام خواهد بود خب ببینید ما اول یه نکته داریم که هم اتحاد هستش میگه که آقا اگه ما آیمنهای بی رو به توان دو برسونیم میشه اندازه آب توان دو اندازه بی به توان دو منهای دو تا آدات بی که حالا به جای آدات بیه شما میتونی بنویسی آ بی کسینوس تتا پس من اینجا میام مینویسم میشه دو تا اندازه آ اندازه بی در کسینوس زاویه بینشون من حالا اندازه آ و اندازه بی چون بردار یکی هستش دارم جایگذاری میکنم تتا هم که 120 درجه است پس از اونجا میتونم خیلی راحت اندازه آیمن های بی رو به دست بیارم که برابر با رادیکال سه خواهد شد همچنین میام دو آ به اضافه چهار بی که از من میخواد رو به توان دو میرسونم برابر خواهد شد با دو آ به توان دو چهار بی به توان دو به اضافه دوباره دو برابر داتشون که به این صورت نیستم دو تا اندازه دو آ اندازه چهار بی در کسینوس تتا دوباره همون رو قرار میدم یعنی آ که اینجا یکه پس اینجا میشه چهار چون به توان دو میرسونیم اینجا هم به همین صورت میام این ضرب رو انجام میدم جایگذاری میکنم و به این میرسم که اندازه دو به اضافه چهار بی برابر با رادیکال دوازده خواهد شد پس من اگه بخوام زاویه بین دو تا بردار رو به دست بیارم دو بردار آی های بی و دعا به اضافه چهار بی میتونم از این رابطه استفاده کنم که کسینوس بین این دوتا زاویه برابره این هستش من بیام داتشون رو در بالا قرار بدم به این صورت و اندازه هاش رو بیام پایین قرار بدم اندازه آی منهای بی اندازه دو آبه اضافه چهار بی اگه من بالا رو انجام بدم به این صورت خواهد میشه دو تا آ به توان دو دارم ضرب میکنم دونه دونه دیگه منهای چهار تا بی به توان دو به اضافه دو تا آدات بی پایینم که اندازه ها رو دارم یکی رادیکال سه به دست آوردم یکی رادیکال دوازده آبی هم که یکی اینجا هم که دقیقا همون آبی کسینوس تتا هستش تتا هم که تتا که سال بیست درجه و ما گفتیم تتا با اون تتا فرق داره البته منظورم تتا اینجا هستش زاویه بین این دوتا تا بردار من های بی و دو به اضافه چار بیه این تتایی ای که اینجا نوشه منظور زاویه بین خود دوتا برداره آبی هستش که حالا من این تتا پریم میذارم که دیگه تفاوتی با هم دیگه داشته باشم و قاطی نشه خب اینجا هم که ما دوباره می نویسه اندازه A مثل اینجا اندازه آ اندازه بی کسینوس تتا جایگذاری می و حاصل میشه منفی یک دوم کسینوس تتا پریم شده منفی یک دوم پس تتا پریم هم همان 120 درجه خواهد بود خیلی جالب بود یعنی زاویه بین آبی و B 120 بود زاویه بین آ های B و 2A به اضافه 4 b هم باز هم همان 120 درجه شد و به راحتی میتونم به گزینه صحیحم که گزینه 4 هستش برسم نکته بعدی که میخواییم مطرح بکنیم تصویر و قرین سازی هستش فرض کنید ما یک برداری داریم مثل بردار U و میخواییم نسبت به یک بردار دیگه ای مثل بردار V تصویر و قرینه رو به دست بیاریم فرض کنید تصویر رو بیاییم با U بدیم و قرینه رو بیایم با یوزگوند نشون بدیم فرمول هایی که داره به این صورت خواهد شد ما برای تصویر یو پرین می نویسیم میشه یو دات وی به روی اندازه وی به توان دو این رو میایم یک عددی میشه ضرب می کنیم در بردار وی و یو زگوند که قرینه میشه میشه دو برابر همین چیزی که اینجا نوشتم یعنی یو دات وی اندازه وی به توان دو در وی منهای یو که ما اگه این محاسبات رو انجام بدیم میتونیم به راحتی به یو و یوز برسیم حالا میخوام سوالی رو از این مبحث حل بکنم و همچنین تصویر رو میون با علامتی به این صورت هم نشون میدم یعنی علامت اختصاری که ما اگر دیدیم به این صورت یعنی منظور همون تصویر سازی که با از این فرمول میتونیم به دستش بیاریم در این سوال گفته که فرض کنید آ ما باشه آی منهای های به اضافه دو کا و بی باشه دو آی به اضافه ج به اضافه کا در این صورت میخوایم تصویر بردار آن نسبت به رو به دست بیاریم میون خیلی ساده و راحت می نویسم به این صورت که آن نسبت به اگر من میخوام تصویر قائمش یا همون تصویر سازی رو انجام بدم به این صورت خواهد شد میشه آدات بی به روی اندازه بی به توان دو در بردار بی خوب میشه خیلی ساده آدات بی میشه دو من های یک من های دو اندازه بی رو هم می نویسم رادیکالش رو بردارم میشه هم اندازه بی به توان دو میشه به توان دو شو می نویسم دو به توان دو که چهار یک به توان دو میشه یک این هم یک به توان دو یک و این رو میام در بردار بی ضرب میکنم که حاصل به راحتی خواهد شد منفی یک سوم آی من های یک شیشم جی به اضافه یک شیشم کی و به راحتی میتونم گزینه درست رو انتخاب بکنم در ادامه به نکته بسیار مهمی میپردازیم که ضرب خارجی هستش در ضرب خارجی ما فرض کنیم که U باشه به این صورت U1 و U2 و U3 و V هم باشه V1 و V2 و v ما بخوایم به صورت درایهی بنویسیم ضرب خارجی رو با علامت کراس نشون میدن میشه دترمینان 3 در 3 ای که اینجا IJ کا خواهد بود اینجا میشه U1 U2 U3 V1 ویدو ویسه و همچنین اگر لازم اندازه ای بخوام بنویسم اندازه یو کراس وی میشه اندازه یو اندازه وی این دفعه میشه سینوس زاویه بین دوتا بردار یو وی در ضرب داخلی کوسینوس بود ولی اینجا به صورت سینوس هستش نکته ای که داریم و خیلی مهم هستش به این صورت هستش که ما اگر دوتا بردار یو وی داشته باشیم و اندازه یو ضرب در وی رو حساب بکنیم یک متوازی الاضلاع خواهیم داشت در واقع میشه مساحت متوازی ازلا و اگر این نصف بشه برابر با مساحت یک مثلث خواهد شد و برای آی و جی و کام باید حواسمون باشه که ما یک حالت پاد ساعت گرد داریم یعنی اینجا آی باشه اینجا جی باشه و اینجا کا باشه اگر ما بیان آی رو در جی کراس بکنیم حاصل کی میشه و همینطور اگه کی رو در آی من کراس بکنم حاصل جی میشه ولی اگه برعکس این بشرخیم یه منفی بهش اضافه میشه مثلا الان کا کراس جی یه آی نمیشه میشه منفی آی پس این از بحث ضرب خارجی هستش که حالا به یک سوال به طور کامل در با این مبحث میپردازیم اگر زاویه بین دو بردار آ و بی حاده باشد و اندازه آنها یک و سه باشد و مساحت مثلثی که روی این دو بردار ساخته می شود سه رادیکال سه چهارم باشه آنگاه زاویه بین دو بردار دو های B و B کدام که از این گزینه‌ها ها خواهد بود ببینید برای به دست آوردن زاویه بین دو بردار ما میایم از این فرمول استفاده میکنیم که قبلا هم مطرحش کردیم که کسینوس آلفا بشه B دات دو آ منهای B بر روی اندازه B اندازه دعا منهای بی. یعنی تا اینجا شب تو ضرب خارجی نداره حالا ما برای اینکه بیایم اندازه دعا منهای بی رو به دست بیاریم می فرض میکنیم مثلا سی باشه دعا منهای بی. و میایم حالا دو طرف رو به توان دو میرسونم خب وقتی دو طرف رو به توان دو رسوندم به این صورت خواهد شد میشه سی دو برابر خواهد شد با اینو یک اتحاد هستش میشه چهار تا اندازه آ به توان دو به اضافه اندازه بی به توان دو منهای چهار تا آ دات بی حالا این آ دات B برابر خواهد بود با اندازه آ اندازه بی در کسینوس زاویه بین آ و بی که ما اینو نداریم الان حالا برای اینکه من این کسینوس زاویه آ تا بی رو به دست بیارم میو از اون فرمول مساحت استفاده میکنم گفته که مساحت مثلثی که آب و بی میسازند رو به ما داده عددش رو که برابر با سه رادیکال سه چهارمه خب میان دقیقا از همین استفاده میکنم پس اینجا یه وهمی دارم میگم اس هست یک دوم اندازه آ کراس B حالا خیلی راحت میام از این استفاده میکنم به این صورت میشه یک دوم اندازه آ اندازه B در سینوس زاویه بینشون برابر خواهد بود با سه رادیکال سه چهارون در ادامه حالا میام سینوس رو محاسبه میکنم و وقتی سینوس رو محاسبه کردم از اونجا میتونم سینوس رو هم محاسبه بکنم در ادامه سینوس تتا برابر با رادیکال سه دوم خواهد شد و از اونجا تتا رو به دست میارم پی سوم پس این تتا به دست اومده حالا برمیگردم به اون سی به توان که اونجا ضرب داخلیشو نوشته بودم و نیاز داشتم به اون پس دوباره می نویسم که سی به توان دو برابر است با چهار تا اندازه آب توان دو میشه چهار به اضافه اندازه بی به توان دو میشه سه به توان دو نه منهای چهار تا آ بی در کسینوس زاویه بینشون که اینجا پی سوم به دستش آوردم خب از اینجا سی به توان دو به دست میاد هفت پس سی که همون در واقع دو آمنهای بی بوده به دست میاد میشه رادیکال 7. حالا که اندازه دوامنهای های به دست اومد دوباره برمیگردم به هم فرمول اولیه که داشتم میگم کسینوس آلفا برابر خواهد شد با به این صورت بی رو در دوامنهای های بی ضرب میکنم میشه دو آ دات بی من های اندازه بی به توان دو پایینم که اندازه بی اندازه دوامنهای های بی خواهد بود دو آبی رو مجدد حساب میکنم میشه دوتا. یک ضرب داره سه ضرب داره کسینوس پی سوم اندازه بی سه به توان دو میشه نو و مخرج هم اندازه بی سه و اندازه دو های بی رادیکال هفت خواهد شد که از اینجا برابر با منفی دو رادیکال هفت هفتم خواهد شد و از اینجا آلفا به دست خواهد اومد میشه پی من های کسینوس اینورس دو رادیکال هفت هفتم به خاطر منفی که داره یه پی کم میشه که در ربع درست در بیاد و حالت منفی رو بتونیم براش ایجاد بکنیم با توجه به محاسبه که داشتم میتونم گزینه 4 و اون گزینه صحیح انتخاب کنم بعد از اینکه ضرب داخلی و خارجی رو معرفی کردیم به ضرب مختلط میپردازیم ضرب مختلط در واقع ترکیبی از ضرب داخلی و خارجیه فرض کنید یو به این صورت باشه یو یک و یو دو و یو سه و v باشه وی 1 و وی دو و وی سه و یه بردار جدید تعریف کنیم مثل دبلیو که باشه دبلیو 1 و دبلیو دو و دبلیو سه و میتونیم ضرب مختلف رو به این صورت تعریف کنیم که میشه u دات وی کراس دبلیو و میتونیم اون رو به صورت یک دترمینان سه در سه محاسبه بکنیم این دترمینان سه در سه به این صورت نمایش میدیم میشه u یک یو دو یو سه V1, V2, V3, W1, W2 و W3. پس ما با به دست آوردن این دترمینان 3 در سه میتونیم ضرب مختلف رو به دست بیاریم. نکته مهم این که تعبیر هندسی این ضرب مختلف برابر با حجم متوازی و سطوح هستش. متوازی و سطوح مثلا مثل جوی دستمال ها از یک نوع متوازی و سطوح مکب مستطیلی مثلا هستش. پس ما به این صورت میتونیم در واقع تعبیر هندسی این رو هم داشته باشیم و نکته آخر هم بگم که اگر ما این ضرب مختلف در یک شیشم ضرب کنیم برای ما حجم هرم مسلس القاعده رو میسازه حالا به یک تست میپردازیم در این تست گفته که اگر آ باشه B به اضافه سی آنگاه آداد بی کرا سی چجوری میشه یعنی همون ضرب مختلف کدام که از این گزینه‌ها خواهد شد به حل این سال برای حل این سوال به این صورت عمل می که ما می نویسیم A dot B cross C میام به جای A B به اضافه C رو قرار میدم که طبق فرض صورت سوال هستش dot B cross C با این رو میام ضربش رو انجام میدم میشه B dot B cross C به اضافه C dot B cross C یه نکته خیلی مهم اینجا بخوام بگم تو ضرب مختلط اگر اینا که درون این پرانتز هست با اینی که بیرون هر کدومش یکی بشه حاصل ضرب مختلط برابر با صفر خواهد شد اینجا هم سی اینجوریه پس وقتی اینجا حاصل اون صفر میشه کلا حاصل برابر با صفر خواهد شد و میتونیم گزینه یک رو انتخاب بکنیم پس ما اینجا یک نکته کلی اینجا تونستیم بگیم که اگر جمع دو تا بردار بشه یک برداری و بخوایم ضرب مختلطش رو حساب بکنیم دیدیم که که ما تونستیم انجام بدیم به عدد صفر رسیدیم آخرین ضربی که در این قسمت مورد بررسی قرار میدیم ضرب سگانه هستش ضرب سگانه به این صورت هستش که دو تا کراس داریم فرض کنید بردارهای U, V و W رو مثل ضرب مختلف داشته باشیم و بخواهیم U کراس V کراس W رو حساب بکنیم خب این برابر میشه با v در u w منهای w در u v به این صورت میتونیم این رو حساب بکنیم در واقع ما اینجا میام یک ضرب دات حساب میکنیم و این ضریب v میشه و مثلا اگر من بخوام بیام v کراس w رو در u کراس بکنم میشه w در u v منهای v در u w در ادامه به حل یک مثال از ضرب سگانه میپردازیم. در این سوال داریم که فرض کنید A و B و C سه بردار غیر همصفه باشن. در این صورت حجم متوازی و بنا شده بر سه بردار C کراس A، B کراس C و A کراس B کدامی که از این گزینه ها خواهد؟ به حل سوال میپردازیم. میدونیم که برای محاسبه حجم متوازی و سطوح باعثی از ضرب مختلف استفاده کنیم. پس می‌نویسم V A کراس B این یک زلش اشه دات کروش رو باز میکنم بی کراس سی کراس سی کراس آ این میشه ضرب مختلف برای ایجاد متوازی و سوتو یه نکته بسیار مهم اینجا میخوام بگم نکته ای که های اهمیت هستش نکته به این صورت هستش که شما اگر یو کراس وی کراس دبلیو کراس زد داشتی میتونی بیای به این صورت بنویسی وی یو دات W کراس Z کروشه رو ببندی منهای U کروشه باز V دات W کراس Z و دوباره کروشه رو ببندی پس میدید همچین فرمولی رو ما میتونیم داشته باشیم حالا دقیقا میام همین فرمول رو اینجا به کار میبرم A کراس B به سر جاش باش کارش ندار اینجا میشه به این صورت به جای این چند تا کراسی که در هم زرف شده میان به این صورت می میشه C در B C کراس A این تا اینجا منهای A B C کراس C اینجا C دوشو مشترکه به این صورت اتفاق افتاد دقیقا C هستش که توی فرمول بالا نوشتم همه ای ما می دونیم که C کراس C صفر می شه. پس کلانی یه برابر با صفر شد پس V من تا اینجا شد A کراس بی دات سی پرانتز باز بی دات سی کراس آ حالا میرم سراغ ادامه محاسبه این حجم متوازی و سطوح آخرین مرحله که در اسلاید قبلی داشتم میام به این صورت می میگم پرانتز آ کراس بی دات سی بعد بعدی هم میشه بی دات سی کراس آ کار خاصی نکردم دیگه یعنی اومدم به دو تا پرانتز اینو تبدیلش کردم مرحله بعدی میام به این صورت عمل می‌کنم اولی سرش بمونه یعنی a کراس b دات c بعدی تو مختلط هم میتونیم جا عوض بکنیم و هیچ مشکلی هم به وجود نیاد یعنی این شکلی بشه بشه a کراس b دات c اگه ما این دو رو در هم ضرب کنیم به چه صورت خواهد شد میشه اندازه a کراس b دات c به توان دو تو در هم ضرب شدن و خیلی راحت میتونیم رو داشته باشیم و این دقیقا یکی از این گزینه های ما هستش پس دیدیم که با توجه به حلی که داشتیم میتونیم به راحتی به گزینه سه برسیم سوال خیلی مهمی بود که هم ضرب مختلف داشت و هم ضرب سگانه و نکات رو در اون مطرح کردیم در بخش اول این فصل به بردارها و انواع ضرب های برداری پرداختیم در بخش دوم دو میخواهیم به معادله خط در فضای آرسه بپردازیم فرض ما یک نقطه ای داریم مثلا P X 0 Y 0 و Z 0 و یک بردار هادی هم داشته باشیم مثلا باشه A B C معادل خطی که میتونیم در فضا براش بنویسیم میشه X منهای X 0 به روی A مساوی است با Y منهای Y 0 به روی B مساوی است با Z منهای Z 0 تقسیم بر C که این معادله یک خط هستش و همچنین میتونیم معادله ای که نوشتم رو به صورت پارامتری هم بیان بکنم و بیان پارامتری میشه x هستش آتی، به اضافه x0 y هست bt به اضافه y0 و z نیز برابر است با ct به اضافه z0 پس این دو فرمت نشان دادن یک خط در فضا هستش در ادامه میخواییم به حل مثالی از این بحث بپردازیم در این سال گفته فاصله این دو خط رو به دست بیاریم ببینید برای به دست آوردن فاصله دو خط بایستی بیاین معادلات خط رو پارامتری کنیم اول میبین سرقه پارامتری کردن این خطی که اینجا داریم مثلا زد رو میگیرم تی میگم زد من اگر تی باشه در نتیجه x من میشه دو منهای تی و اگر من x و زد رو در معادله پایینی جایگذاری بکنم میتونم y رو هم به دست بیارم بشه تی منهای دو پس خط اول معادله پارامتریش میشه این شکلی x هستش دو منهای تی y هستش تی منهای دو و z برابر با تی خواهد بود و همچنین معادله دومی به همین ترتیب میتونم بیام پارامتری بکنم و معادله دوم به این صورت خواهد شد x میشه منفی تی y میشه تی منهای یک و Z برابر با تی خواهد شد میبینیم که دو خط با هم موازی هستن شما میبینیم زرایب T با هم همه یکسان و همخان هستش پس من میتونم بیام حالا برای فاصله دو خط موازی یک نقطه اختیاری مثلا هر نقطه که دوست رو هر کنومه که از اینا مثل مثلا نقطه دلخوا به عنوان مثال مثلا صفر و صفر و دو رو خط اول در نظر میگیرم و میام فاصلش رو تا خط دوم به دست میارم خب چجوری فاصله رو به دست میاریم با استفاده از همون رابطه معروف فاصله بین نقطه و یه خط پارامتری که داریم میتونم خیلی راحت اون رو به دست بیارم این فاصله رو میام با دی نشون میدم میگم دی برابر خواهد بود با رادیکال منفی تی منهای صفر به توان دو به اضافه تی منهای یک منهای صفر به توان دو به اضافه t منهای دو به توان دو خواهد شد خب من این رو حسابش بکنم حاصل داخل رادیکال برابر با 3 t2 منهای 6 t به اضافه 5 خواهد شد هر موقع به این مرحله رسیدم با سی بیا مشتق عبارت داخل رادیکال رو حساب بکنم پس من میام از این عبارت مشتق میگیرم خب اگر مشتق رو بگیرم میشه 6 t منهای 6 که این برابر با صفر خواهد شد این شیشه درستش کنم بهتر باشه و از اینجا تی رو به دست میارم یک و حالا میام عبارتی که اینجا بر حسب دی داشتم رو به عنوان دی مینیموم حساب میکنم و در واقع میام تی رو برابر با یک قرار میدم اگه این کار رو انجام بدم حاصل برابر با رادیکال دو خواهد شد پس فاصله این دو خط برابر با رادیکال دو خواهد بود با توجه محاسبه که داشتم میتونم به راحتی گزینه شماره 3 رو عنوان گزینه صحیح انتخاب کنم. در این سوال می‌خوایم فاصله دو خط متنافری که به ما داده رو حساب بکنیم. برای محاسبه یه فاصله دو خط متنافر ابتدا میان نقاط دلخواهی رو روی خط ها به دست میاریم که معمولا ریشه های صورت ها هستش بعد بردار های حادیشون رو مینویسیم به این صورت مثلا الان پی یک میشه منفی دو و سه و منفی سه و پی دو برابر میشه با منفی یک و دو و صفر ال یک بردار هادی میشه دو و منفی یک و منفی دو و ال دو که بردار هادی دو و هست میشه چهار و منفی سه و منفی پنج پس این چهارتا رو اول می نمیسی. و فرمول فاصله دو خط متنافر میشه به این صورت یه خط کسری میکشم بالا میشه P یک پی دو در واقع پی دو من های پی یکه دات ال یک کراس ال دو بروی ال یک کراس l دو این میشه فاصله دو خط متنافر حالا فقط کافی این رو بیام جای گذاری بکنم و همچنین من اینجا بنویسم پی یک پی دو هم برابر با یک منفی یک سه خواهد گفتم دیگه پی دو من های پی یک هستش فقط میمونه حاصل کراس ال1 ال2 که من تو اسلاید بعدی محاسبه میکنم کراس ال1 در ال2 هم همونطور که در قسمت قبلی گفتم میشه آی جی کا یه دترمینان 3 در 3 هستش میشه 2 منفی 1 منفی 2 4 منفی 3 منفی 5 حاصل این برابر با منفی آی به اضافه 2 جی منهای 2 کی خواهد شد پس دی برابر خواهد شد با اندازه یک منفی یک و سه دات منفی یک و دو منفی دو به روی رادیکال یک به اضافه چهار به اضافه چهار در واقع این رو مالا اندازش رو حساب کردم از اینجا به راحتی میتونم دی رو سه به دست بیارم پس من برای اینکه بیام فاصله دو تا خط متنافر رو به دست بیارم دو تا نقطه دلخواه میگیرم های هادی رو هم میگیرم و با استفاده از این فرمول میتونم به راحتی فاصله دو خط متنافع رو به دست بیارم که در این سوال میتونم به گزینه شماره دو برسم مطلب بعدی که در این فصل مطرح میکنیم معادله صفحه در فضای r هستش معادله صفحه به این صورت بیان میشه فرض ما یک نقطه داریم P x0 رو y0 z این دفعه دیگه به بردار هادی یه بردار نرمال صفحه داریم مثلا N هستش A و B و C و بخواییم الان بیاییم معادله صفحه رو بنویسیم معادله صفحه به این صورت بیان میشه میشه A X منهای های X صفر به اضافه B Y منهای های Y به اضافه C Z منهای Z صفر این برابر با صفر خواهد بود حالا اگه ما بیایم فرض کنیم به این صورت که A X صفر به اضافه b y به اضافه c z برابر با دی بشه معادل سفر رو میتونیم به این صورت هم بنویسیم که بشه ax به اضافه b به اضافه c زد برابر با دی خواهد شد پس این میشه دوتا تا فرمی که معادل سفر در فضای r میتونیم بنویسیم حالا به حل یک تست مهم میپردازیم در این تست گفته معادل صفحه ای که از این سه تا نقطه عبور میکنه کدامی که از این گزینه خواهد بود یک تست بسیار معروف و متداول هستش که ما میخوایم معادل صفحه گذرنده از سه نقطه رو به دست بیاریم ببینید یک نکته بسیار بسیار مهم در اینجا ما برای این, این تیپ از سوال داریم فرض کنید ما یک نقطه داشته باشیم a x1 y1 z1 و b رو داشته باشیم x2 y2 و z2 و c رو داشته باشیم x3 و y3 و z3 خب معادل صفحه که میتونیم بنویسیم با استفاده از این دترمینان 3 در به وجود میاد x منهای x1 اینجا x2 منهای x1 اینجا میشه x7 منهای x1 و همین دقیقا داره y هم تکرار میشه یعنی میشه y منهای y1 y2 منهای y1 y3 منهای y1 و باز میرین سراغ z حالا میشه z منهای z1 z2 منهای زد یک و زد سه منهای زد یک و این دترمینان رو برابر با صفر قرار میدیم حاصلش میشه معادل صفحه گذرنده از این سه نقطه حالا با توجه به این نکته که گفتم سوالی که مطرح کردیم رو حل میکنیم با توجه به نقاطی که داریم و نکته ای که گفتیم به این صورت خواهد شد دترمینان x منهای سه منفی 1 منهای 3 2 منهای 3 y منهای 1 دو منهای یک منفی یک منهای یک و در ستون آخرم میشه زد به اضافه دو چهار به اضافه دو و یک به اضافه دو خب این دترمینا رو برابر با صفر قرار میدیم میشه پونزده تا کس منهای سه به اضافه شیش تا ایگرگ منهای یک به اضافه نه تا زد به اضافه دو برابر است با صفر که از اینجا برابر خواهد شد با 15 x 6 y 9 z برابر است با 33 و, و به راحتی میتونیم معادله سفر رو به دست بیاریم که حالا اگه بخوام به گزینه ها برسیم با اینا تقسیم بره 3 هم بکنیم 15 تقسیم بر 3 میشه 5 پس یکی از این سه تا که اینجا داریم هستش 6 y بود تقسیم بر 3 میشه 2 پس یعنی از همین الان مشخصه که گزینه دو رو میتونه گزینه صحیح انتخاب کنید یعنی فقط یه تقسیم بر سه اون سیگما به دست آوردیم با سی انجام بدیم تا به گزینه برسیم معادل صفحه که از فصل مشترک دو صفحه x به اضافه y به اضافه z مساوی با 6 و دو x به اضافه 3y به اضافه 4z به اضافه 5 مساوی با 0 و از نقطه ی 1 و 1 و 1 میگذره کدام یک از این گزینه‌ها خواهد بود خب فرض کنید ما این خط رو اسمش بذاریم d1 این خط رو اسمش بذاریم d2 مودل سفم مشارکی داریم به این صورت خواهد شد میشه دی 1 به اضافه لاندا دی 2 مساوی با صفر و این لاندا به واسطه همون نقطه‌ای که داده شده به دست میادش یعنی اینجا میشه ایکس به اضافه ایگره به اضافه زد منهای 6 به اضافه لاندا 10 دو ایکس به اضافه سیگره به اضافه 4 زد به اضافه 5 مساوی هستش با صفر حالا میان نقطه ی یک و یک و یک رو جایگذاری میکنم به این صورت خواهد شد میشه یک به اضافه یک به اضافه یک منهای شیش به اضافه لاندا دو به اضافه سه به اضافه چهار به اضافه پنج برابر با صفر خواهد شد و از اینجا لاندا به راحتی به دست میاد میشه سه چهارده هم. وقتی لاندا به دست میاد حالا میتونیم به راحتی معادله صفحه رو بنویسیم به این صورت خواهد شد بشه x به اضافه y به اضافه z منهای 6 به اضافه 3/14 در دو x به اضافه 3y به اضافه 4 z به اضافه 5 برابر است با صفر. حالا اگه من ضرب کنم و ساده سازی بکنم در کل به 20x به اضافه 23y به اضافه 26z منهای 69 مساوی با صفر خواهم رسید که با توجه به حلی که داشتم میتونم به راحتی به گزینه شماره یک برسم سوال سادهی بود فقط نکته رو باید بلد باشیم که به چه صورت میتونیم معادله فصل مشترک دو سفر رو به دست بیاریم بریم سراغ نکته آخر این فصل به این صورت که ما اگر یک خطی داشته باشیم با حادی ال و یک صفحه داشته باشیم مثلا اسم خط بزنیم پی و صفحه داشته باشیم به اسم Q با نرمال ان حالت های رو میتونیم داشته باشیم حالت الف اگر بردار هادی یعنی بردار ال بر بردار نرمال صفحه عمود باشه یعنی بر ان عمود باشه اتفاقی که میفته خط و صفحه موازی میشوند پس میگیم خط و صفحه موازی حالا یه نکته مهم اگر یک نقطه دلخواه از خط درون صفحه قرار بگیره میتونیم بگیم که خط و صفحه منطبقن در این حالت حالت خاصه حالت ب... به این صورت هستش که بردار هادی با نرمال صفحه موازی هستش در این حالت میتونیم بگیم که خط و صفحه بر هم عمود هستند